سیاست انکشاف تحصیلات پانتون علوم طبی کابل در سال 1366 تحت این نام در این پانتون به فعالیت آغاز کرد که در آن زمان شامل برنامه‌های انکشافی سازمان سی جهان نیز گردید که هدف و وظایف این ریاست پیش بردن برنامه اکمال تخصص، برنامه ماستری و بازنگری کریکولوم‌های پانزده های این پانتون می باشد. برنامه اکمال تخصص که در چوکات این ریاست فعالیت می نماید برای نخستین بار در پانزده طب پانتون ننگرهار ایجاد شد که بعد از تحولات چندین ساله در کشور تمام امور این برنامه با پانزده طب کابل واگذار گردید. برای ابتدا در شفاخانه ولایتی ننگرهار به کمک کیرمدیکو برنامه اکمال تخصص در افغانستان بنیاد گذاشته شد. در این برنامه فارغان پانزده های طب و استوماتولوژی پانتون های دولتی و خصوصی بعد از سپری کردن آزمون اختصاصی از طریق اداره ملی امتحانات در دیسیپلین های مختلف شفاخانه های کادری پانتون جذب شده و از 3 تا 5 سال به شکل عملی و نظری تحت نظر استادان آموزش می‌بینند. با گفته پوهان دکتر محمد فرید برنایا، رئیس انکشاف تحصیلات طبی، برنامه های اکمال تخصص و ماستری سه‌تامه که عملا در پانتون جریان دارد، این ریاست در نظر دارد تا برنامه های ماستری بیشتر را در بخش های دیگر نیز ایجاد کند. که یک برنامه ماستری را به صورت فعال در بخش سه‌تامه داریم، پابلیک هلت، و انقریب 3 برنامه ماستری دیگر که به نام ماستر آف مدیکل ساینس و ماستر آف نرسینگ و همچنان ماستر آف پاتولوژی، این 3 برنامه ماستری را که پروپوزال و یک تعداد کریکولوم و ایگپایش هم تا جای پیش رفته جور شده و همچنان یک برنامه پیشدی را در بخش پابلیک هلت ما مده نظر داریم، چون پریکوزیت شد داریم مده نظر داریم در پانتون طبی کابل بخیر ایجاد بکنیم. اکنون ریاست انکشاف تحصیلات طبی با داشتن 9 تن کارمند دارای یک مرکز آزمون مشاهدوی کلینیکی بوده که امتحان استاجران در این مرکز به طور فعال عینی و اساسی عرض میگردد و یک اسکیل لب مجهز جهت کارهای عملی مسئولان در این بخش نیز موجود میباشد.